سلام به نگاه سیاسی روز، خوش آمدید. در طول دوران نظام جمهوری اسلامی، عملکرد دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور همواره دارای فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است و بر همگان واضح و مبرهن است که در اتخاذ سیاست‌های تبیین شده غیر از رئیس جمهور و وزارت امور خارجه، پارامترهای دیگری نیز دخیل است. در دولت به اصطلاح حاله نور احمدی نژاد، راهکارهای مشخص شده از سوی نظام بر اساس سیاست تهاجمی تعریف شده بود که پایانی جز اقتصاد آشفته و انزوای کامل در بعد بین‌المللی بازده دیگری برای ایران برمغان نیاورد. با اقبال مردم به حسن روحانی به واسطه حمایت همه جانبه مردم به سطوح آمده و نگاه مثبت وی به پایان بحرانسازی، بار دیگر این امید در جامعه به وجود آمد که با کمک عقلانیت دولت آینده میتوان از مشکلات به وجود آمده عبور کرد و همین امر زمینه ساز اعتماد مردم به 11 رئیس جمهور ایران گردید. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری عملاً این قدرت را به دستگاه اجرایی و دیپلماسی کشور داد که با استفاده از حمایت پایگاه اجتماعی از سوی رأی دهندگان و مشروعیت دولت، از آزادی عمل و قدرت چانه‌زنی بالا استفاده و عملاً دستگاه دیپلماسی کشور را در راستای خواست مردم فعال و پویا کند. با سفر حسن روحانی به نیویورک و گفتگوی تلفنی با باراک اوباما کلید این حرکت زده شد و پس از آن نیز عملکرد محمد جواد ظریف در عرصه مذاکرات 5+1 و سخن از ترمیم روابط با انگلیس سبب گردید نگاه جامعه بین الملل به نگرش کنونی دولت تغییر کند. متاسفانه این واقعیت را باید پذیرفت که افراطیونی در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی حضور دارند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند پیام آحاد جامعه را در رأی به نفی آنان با حمایت از دولت اعتدال بپذیرند و این جریانات به ظاهر وابسته به رهبر با وجود حمایت تلویحی آقای خامنه‌ای از دستگاه دیپلماسی دولت به خود اجازه می‌دهند علیه تصمیم‌ها و اقدامات دولت موضع‌گیری و در برخی مواقع مخالفت جدی کنند. هاشمی رفسنجانی در این زمینه شهامت دولت 11 برای فعال کردن دیپلماسی پویا را ستودنی دانسته و گفته است افراطیون همه هنر خیش را برای جلوگیری از مانع تراشی در کارهای دولت به کار می‌برند و عقلا باید هوشیار باشند که منطق اداره جامعه در شرایط فعلی سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت است و نمی‌توان در دنیای معاصر بدون تعامل سازنده و دیپلماسی فعال به مسیر خود ادامه داد. سالیان سال است که عملکرد عناصر افراطی نظام جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی موجب تخریب روابط ایران با دیگر کشورهای جهان شده و اتخاذ اظهارات و رفتارهای فکر نشده و بی‌ثباتی در مواضع باعث بروز بحران‌های بیشماری برای کشور شده است. حسن روحانی نیک می‌داند که اتخاذ رویکرد خصمانه نسبت به مسائل جهانی تنها موجب منزوی شدن کشور می‌شود و با وجود مخالفت‌های داخلی روند خوبی را در راستای اعتمادسازی بین‌المللی آغاز کرده است که می‌تواند با بهره‌مندی از استراتژی تعامل با دیگر کشورها به فرایندی مثبت برای کاهش تنش دست یابد. حسن روحانی و دولت مردان کنونی کشور تاکنون توانستند خود را به عنوان مجموعه منطقی و تعاملگرا به جهانیان معرفی کنند و باید در اتخاذ سیاست‌های داخلی و خارجی دقت کنند تا این اعتماد به وجود آمده دچار خدشه نگردد. هنر دیپلماسی که باید مد نظر دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد آن است که دکترین سیاست تقابل را به سیاست تعامل تبدیل کند و از همه پتانسیل موجود و به ویژه حمایت مردمی که از حسن روحانی به عمل می آید استفاده کرده و در برابر افراطیونی که سعی دارند در این مسیر سنگ اندازی کنند بایستد.